سلام، بریم که با هم دیگه سمنو درست کنیم. نیم کیلو گندم مخصوص سمنو رو پاک میکنم. حتی گندم های شکسترم جدا میکنم تا بعداً باعث کپک یا گندیدگی سبزه نشه. گندم رو خوب میشورم تا گرد و غبارش بره. با آب فراوان برای بار اول گندم رو خیس میکنم، چرا که گندم باد میکنه. سه روز گندم رو خیس میکنم. روزی یک بار با آب سرد آب گندم‌ها رو عوض میکنم و در جای خنک قرار میدم. درجه رشد جوانی گندم در سومین روزی که داخل آب خیس خورده. حالا وقتشه که گندم رو به پارچه مرطوب منتقل کنم. یه پارچه ای رو داخل آبکش قرار میدم تا بعد از آبیاری آب اضافی از آبکش خارج بشه. ضخامت گندم ها روی هم نیم بند انگشت باشه. روی گندم ها رو میپوشونم و روزی چند بار آبیاری میکنم به حدی که آب به گندم ها برسه. پارچه اصلا خشک نمیمونه و در جای معتدل نگهداری میکنم. بریم که با روبی خانوم یه سری به گندما بزنیم. چهارمین روزیه که گندما رو داخل پارچه همیشه مرطوب قرار دادم و حالا وقتشه که از تو پارچه در بیارم و مستقیم داخل آبکش قرار بدم. سومین روزیه که گندما رو مستقیم داخل آبکش قرار دادم. بریم برای مرحله بعدی. و در حین برش حتما لابلای ریشه و جوانه ها رو نگاه میکنم، چون در طول مدتی که سبز عمل میاد ممکنه که حشره لابلاش رفته باشه و یا اینکه کپک بزنه. اون نواحی رو جدا میکنم. به قطعات کوچیکتر برش میزنم تا به دستگاه سبزی خردکن خونگی فشار نیاد. این اندازه خرد بشه بهتره، به دستگاه هم فشار نمیاد. سبزه های برش زده رو کم کم داخل سبزی خردکن میریزم. گندم رو بین دو انگشتم فشار میدم که ببینم خوب چرخ شده و اینکه شیرش رو پس داده یا نه. سبزه بعد از اینکه خوب چرخ شد به داخل ظرفی که پر از آب سرده منتقل می کنم تا شیرش رو به آب پس بده. بار اولیه که سبزه رو خیس می کنم. یه شب داخل یخچال یا جای خنک بمونه تا خوب شیرش رو به آب پس بده. البته میشه که بلافاصله شروع به کار کرد. جوانه های خیس خورده رو می‌ریزم توی آبکش. آبش رو از صافی ریز رد می‌کنم. به ازای نیم کیلو گندم، 2 الی 2.5 کیلو آرد نان لواش که ما بهش آرد سیاه میگیم مصرف میشه. البته اگه بخوایم شیرین تر بشه به ازای نیم کیلو گندم 2 کیلو آرد میزنیم. آرد و آب رو کم کم به هم اضافه میکنم. به یک باره همه رو با هم مخلوط نمیکنم. آرد رو
خوب داخل آب حل میکنم. جوانه ها آماده میشه برای بار دوم تو آب خیس بخوره تا بازم شیرش رو به آب پس بده. جوانه ها برای بار دوم با آب سرد خیسونده میشه. همینقدر آب روش رو بگیره کافیه، چون قراره یه بار دیگه این مرحله انجام بشه. برای بار دوم آب جوانه های خیس خورده رو از آبکش رد میکنم. آبش رو از صافی ریز رد میکنم. جوانه ها رو آماده میکنم که برای بار سوم داخل آب خیس بخوره. مجدداً آب سرد روی جوانه ها میریزم. برای بار سوم همینقدر آب کافیه، چرا که شیره زیادی داخل گندم‌ها نمونده. وقتی آب کاملا توی آب حل شد، ظرف رو روی اجاق با شعله بالا میذاریم و مدام هم میزنیم. بعد از به جوش اومدن روش کف جمع میشه و کفش رو میگیرم. بعد از به جوش اومدن چند دقیقه با شعله زیاد بجوشه تا وقتی که کمی سنگین بشه. موادی که به اطراف قابلمه چسبیده رو به مرور تمیز میکنم تا خشک نشه. یک سر هم میزنم تا نشاسته گندم ته نگیره. آب توفاله های خیس خورده رو به تدریج در طول پخت اضافه میکنم. آب توفاله خیس خورده بار سوم هم به دیگ اضافه شد. اضافه کردن آب توفاله های خیس خورده باعث شیرین شدن سمنو میشه. وقتی به جوش اومد یه مقداری شعله رو کم میکنم و همچنان هم میزنم تا ته نگیره. هرچه غلظت بیشتر میشه شعله رو رفته رفته کمتر میکنم. غروب شده و همچنان هم میزنم. وقتی داره کم کم سنگین میشه مواظبم که به سر و کلم نپره، چون بد میسوزونه. دیگه داره آماده میشه. دقایق آخر مرتب هم میزنم تا ته نگیره. سمنو رو در ظرف مورد نظر گرم و گرم میریزم. اگه بعد سرد شدن توی ظرف رو بریزم شکل نازیبایی به خودش میگیره.